انتظار میره در دوازده ماه آینده درامت های نفتی ایران بیشتر کاهش پیدا کنه قطعا چیزی بیش از پنجاه درصد برای ایران هر روز دریافت پول از مشتریان سختتر میشه و فکر میکنم با سختتر شدن تحریم صادرات نفت ایران هم شدیدا کاهش پیدا کنه و وضعیت بسیار دشواری برای دولت پدید بیاره. آیا اقتصاد ایران میتونه این کاهش درآمد رو تحمل بکنه به نظر شما؟ فکر می کنم در کوتاه مدت اقتصاد ایران بتونه این کاهش درآمدهای نفتی رو تحمل کنه احتمالا تا یک سال با اندکی سفتر کردن کمربندها و سهمیه های بیشتر ایران در سالهای دهه 80 میلادی هم با وضعیت بسیار سختری روبرو بود اما فکر نمی کنم این بار اقتصاد کشور بتونه بیشتر از یک سال در برابر مشکلات ناشی از کمبود درآمد نفت دووم بیاره وزیر نفت ایران هفته پیش همچنین اعلام کرد که میزان سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران به 20 میلیارد دلار بالغ شده. آیا به نظر شما این رقم معتبریه و اصولا اثر تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران چی بوده؟ well, it, it figure, right? شخصا فکر نمی کنم رقم معتبری باشه. البته باید دید او درباره چه دوره زمانی صحبت میکنه اگر منظورش از اول انقلاب تا الانه شاید درست بگه اما حقیقت اینه که تمام کمپانی های بزرگ نفتی غرب از ایران خارج شدن و تنها چینی هستند هستن که دارن پول خرج میکنن و تازه اونها هم بسیار کمتر از حد انتظار ایرانی ها هزینه میکنن ماه گذشته هند اعلام کرد که واردات نفت از ایران رو در سال مالی جدید 10 تا 15 درصد کاهش خواهد داد و گفت که حتی ممکنه که این کاهش بیشتر هم بشه اگر ایران قیمت نفت خودش رو کمتر نکنه که بتونن این هزینه های بالاتر ناشی از تحریم رو بپوشونن به نظر شما ایران برای اینکه قیمت نفت خودش رو رقابتی نگه داره با سایر فروشندگان چقدر باید قیمت نفت خودش رو پایین بیاره؟ فکر میکنم ایران در مذاکرات با مشتریان بالقوه نفت خودش در موضع ضعیفی قرار داره و باید تخفیف های قابل ملاحظه برای نفت خودش قائل شه البته دشواری که بتونیم بگیم ایران نفت خودش رو با چه مقدار تخفیف میفروشه و در میان هندیا و چنیا که بیشتر نفت میخرند در موقعیت بهتری قرار دارند شرایط خودشون رو دیکته کنند از ششم فوریه قانون جدیدی در آمریکا به مورد اجرا در خواهد آمد که باعث میشه ایران نتونه درآمدهای حاصل از فروش نفت خودش رو از کشورهای خریدار به ایران منتقل بکنه اثر این تحریم جدید به نظر شما بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ این قانون انتقال پول از حسابهای بانکی ایران در چین و هند رو به ایران حتی سختتر هم میکنه البته همین الان هم این جابجایی پول برای ایران بسیار دشواره و در پشت صحنه تلاش های بسیاری برای هماهنگ کردن میان دولت های غربی در جریان تا مانع معاملات مالی با ایران بشن و این یعنی اینکه مقدار زیادی از پول متعلق به ایران در بانک های خارجی راکت مونده اگر بنبست هسته با ایران برطرف بشه و تحریم ها معالا برچیده بشن فکر میکنید ایران بتونه مشتریان قبلی نفت خودش رو باز یابه یا اینکه این مشتری ها برای همیشه از ایران دوری خواهند جست No, not lost I... نه مشتریانش رو برای همیشه از دست نخواهد داد من انتظار دارم که ایران در مدت زمانی نسبتا کم مشتریان گذشته خودش رو پیدا کنه اما فکر می کنم با توجه به ابعاد گسترده تحریم های کنونی لغو کامل اونها به زمان زیادی نیاز داره با این همه این واقعیت رو باید توجه داشت که صنعت نفت و گاز ایران از پتانسیل بسیار بالایی برخورداره و کمپانی های انرژی در نهایت علاقمند به سرمایه‌گذاری در اون کشور هستند. so it's no it's not lost forever at all i think this is just a, a temporary um, situation